درود بر همگی شما بینندگان گرامی لایو اینستاگرامی ما. امروز یه برنامه داریم، بخوایم در مورد این حرف بزنیم که چرا در برهوت اندیشه سیاسی هستیم و چرا هیاهو در اینجا خیلی زیاد هستش، و بپردازیم به این که این درد گریختن از اندیشه سیاسی از کجا میاد، چه پیامدهایی داره. و میدونید در دوره های گوناگون ما در تاریخ جهان که نگاه میکنیم، ما یک سری ابسکورانتیست داشتیم، یعنی تاریکندیش، ظلمتگرا، کسانی بودن که حرف میزدن، داستان میگفتن، رو منبر میرفتن، میگفتن این خوب اون بد، شاخص ارائه میدادن و همه این کار رو انجام میدادن، ولی حرفاشون درست نبودش، مغلطه و سفسطه میکردن، اشتباه داشت توی حرفشون. و بعد کسانی بودن در دوره انلایتنمنت، دوره روشنگری، که میان و نشون میدن که اونها دارن اشتباه میکنن، خطاها کجاست، سفسطه ها کجاست، بیدانشی ها از کجاست، و این خلاصه به این شیوه کار میکردش. و داستان اینجوری بودش که هر دوتا تریبون داشتن، هر دوتا سخنور بودن، هر دوتا حرف می زدن. از کجا متوجه می شدیم کی راست میگه، کی اشتباه داره میگه؟ در ما بود، در مای شنونده بود که اون شاخص ها، اون دانش رو وقتی آموخته بودیم، اصلا از طرف کسانی که روشنگری می کردن، اون موقع طرفی که ابسکورانتیست بودش، ظلمتگرا بود، تاریک اندیش بود، اون نمی تونست این استدلال پا به پا رو بیاد، استدلال اونا میشکست و عصر روشنگری به پیش رفتش. حالا ما توی دوره‌ای هستیم که تقریبا ما همچین چیزایی رو داریم و گرفتاری ما از اینجاست که درود جناب آقا نیفر. ارادت دارم، عرض ادب و احترام. هنگام شما خوش. سپاس. خب من جناب بابک رو هم پیدا بکنم. ما بود. درود جناب شکرابی گرامی. درود. این گرفتاری ما هست امروز که ما با کسانی گرفتاریم که اینها پیوسته داستان میگن، رو منبر میرن و به هر حال دوغ و دوشاب رو قاطی میکنن و یه چیزهایی در میارن، و ما به زبانی، ما دارای اندیشه سیاسی پخته ای نیستیم به صورت اون چیزی که در اپوزیسیون داره نشون داده میشه، اون چیزی که توی آینه ای که قرار مدیا به ما باستاب بده اینو نشون میده، ولی به وارونش جامعه من فکر میکنم که نشون میده با گزینش درست و با روش هایی که داره به پیش میگیره، روش هایی که خودش رو بروز میده، نمود میده، گزینه هاش رو روی میز میذاره، اتفاقا راه درست رو متوجه شده و میدونه که به کدوم ور باید بره. حالا تو این فضا ما با حرف های عجیب غریبی روبرو میشیم در مورد مثلا از آشکارترین و نامدارترین اونها فروکاستن دموکراسی به انتخابات. میگن که شما همه چی رو باید به رأی بذاری، انگار که جهان نخستین باره که ما در جهان قرار نخستین دموکراسی جهان رو بسازیم، و انگار اصلا خبر نداریم دموکراسی چیه، تجربه همین جمهوری اسلامی رو ندیدیم، تجربه آلمان نازی رو نداریم، دموکراسی های رأی مستقیم رو ندیدیم. و فروکاستن دموکراسی به رأی یک جور حقه‌بازی و شارلاتان بازیه که خیلی‌ها دارن اون رو بروز میدن، یا اینکه به دروغ چیزهایی رو به حقوق بین الملل، حقوق بشر و اینها میذارن، انگار که اونجا متن نوشته شده ای هستش که اونجا هستش، راجب حقوق گروهی رو میخوان بیارن داخل حقوق بشر، در حالی که جای جای بندهای حقوق بشر در هر پیمانش، در حتی حقوق لینگویستیک گروپ ها یا گروه های کمینه، اشاره میکنه که این دکلریشن، این حقوقی که پیشنهاد شده، چیزی بیش از حقوق فردی و چیزی بیش از اعلامیه نیستش. ولی خب میبینیم که خیلی راحت تو دوربین ظلم میزنن، هر روز دروغ میگن و هر روز دوباره باز میان توی تلویزیون دیگه، از این کانال به اون کانال. امروز بخوایم آغاز بکنیم با بابک شکرابی و بپرسیم که بابک جان، دموکراسی رای گیریه یا این جمهوری دموکراسیه؟ بفرمایید. درود بر شما، درود بر همه عزیزان. ببینید، همونطور که شما بهش اشاره کردید، میلاد گرامی، یعنی سیاسی ایران میبینیم. شاید بابک فکر کنم بابک جان شما دمی آره دمی یخ زد تصویرتون. اوکی، من یه بار دیگه درود میگم به شما و به همه عزیزان. اگر الان تصویرمو دارید، ببینید واقعیت قضیه این استش که همونطور که شما بهش اشاره کردین، از یک واژه‌های استفاده میشه که افرادی که از اون واژه استفاده میکنن گاهن به مفهوم اون هم
تسلطی ندارن، آگاهی ازش ندارن، جدای از اینکه خب اون نیتی که ازش برای استفاده از اون باشه، از باجر به اون نیت ازش استفاده میکنن، نیت پلیدی هست. یکی از اون واژه ها همونطور که شما گفتین دموکراسی هستش و برابر قرار دادن جمهوری با دموکراسی یا دموکراسی رو تقلیل دادن به رای گیری. خب اگر از این منظر به قضیه نگاه بکنیم، اونها یک جمهوری اسلامی رو در دامان ما گذاشتن که اتفاقا رای گیری هم درش وجود داشته. اگر که جمهوری قرار بود به دموکراسی ختم بشه، کشور ما نمونه آشکار هستش که جمهوری لزوما به دموکراسی ختم نمیشه. این به معنی نیستش که جمهوری بده یا جمهوری خوبه، ولی برابر قرار دادن جمهوری با دموکراسی و احیای حقوق افراد یک ادعای پوشالی هست. همونطور که عرض کردم، کشور ما نمونه خیلی بارزش هستش. ولی حتی اگه در خارج از کشور بخوایم صحبت بکنیم، ببینید حالا بعضی میگن ما 4 تا ستون برای دموکراسی داریم. یکیشون هستش که شما نمایندگانی رو داشته باشین از حق حقوق شما دفاع بکنن، آزادی شما هستش، برابری هست و انصاف در جامعه. و یک ستون پنجم که حالا ادعی باور دارن، اون هستش که رسانه های آزاد وجود داشته باشه. و من اشاره میکنم به جمهوری آمریکا که البته این الگو در اروپا هم از همین وضعیت تبعیت میکنه متاسفانه. ببینید بالغ بر 90% از رسانه های آمریکایی توسط 5 کورپوریشن بزرگ دارن اداره میشن. اون 10% باقی مونده هم کورپوریشن بزرگ هستن که حالا یک کمی از این 5 کورپوریشن بزرگ کوچکتر هستن، یعنی مالتی میلیون دلار کام بیلیون دلار کمپانی هستن. این اتفاق دهه 80 به بعد سرعت بیشتری گرفت. قبل از اون تا دهه 80 ما 50 تا کورپوریشن داشتیم که تولید اخبار میکردن. الان نه تنها اونا تولید اخبار میکنن، بلکه تمام مفاهیمی که در سطح آموزشی ارائه میشه، از کتاب‌های آبایی بگیرید تا بازی‌ها تا فیلم‌ها، همه در کنترل این 5 تا کورپوریشن هستن. یعنی باید ساختار قدرت متوجه بشیم چی هست و بعد ببینیم که جای رسانه در اون کجا قرار میگیره و رسانه در دستان افرادی که صاحب قدرت هستن چه نتایجی میتونه به بار داشته باشه. و اون چیزی که حالا نام چامسکی، فیلسوف مورد علاقه چپا، بهش اشاره میکنه، میگه که تولید انبوه رأی. و شما میبینید که اتفاقات زیادی میفته که در رسانه حتی بهش نمیپردازن، حقایق رو به شکل دیگه به شما ارائه میدن. یه نمونه خیلی آشکارش که حالا غیر سیاسی هم هست که البته میتونه ارتباط سیاسی رو من خدمتتون عرض میکنم. ببینید آقای به اسم جفری اپستین، یک میلیاردر آمریکایی بودن که از اوایل دهه میلاد مدارکی وجود داشت دال بر این که این آقا فساد جنسی داشتن و افراد زیر، دخترهای زیر سن رو به سیاستمداران بزرگ هدیه میدادن و از این رابطه جنسی که ایجاد میشد سوء استفاده میکردن. خیلی سریع خدمتتون عرض کنم، طی 20 اندی سال که چندین بار این آقا به دادگاه ها پاشون کشته شد، هرگز محکوم نشدن تا آخرین بار در سال 2019 بود. خانمی بود به اسم گلین مکسول که از این خانواده خیلی ثروتمند انگلیسی می اومدن، که هم دوست دختر ایشون بود هم کسی بود که کمک میکرد که این روابط جنسی صورت بگیره. اپستین به شکل خیلی مرموزی در زندان خودکشی کرد. اون قضیه مهمی است. این خانم گلین مکسول آوردن در دادگاه محاکمه کردن به جرم سکس ترافیکینگ، کمک کردن به این سوء استفاده های جنسی از دختران که در اون مقطع زمانی زیر سن بودن. تا به امروز که من اینجا در خدمت شما هستم، هنوز به ما نگفتن خب این سکس ترافیکینگ رو خانم مکسیو برای چه افرادی انجام دادن. یعنی یک سری سیاستمدار بودن که این دخترها رو به اونها بردن، اجازه دادن ازشون سوء استفاده جنسی بکنن. خب اون سیاستمدارا کی بودن؟ چطور ممکنه یک پرونده قضایی در یک دادگاه شکل بگیره، شخصی رو محکوم بکنن به جرمی ولی نگن افراد دیگه که در این پرونده بودن چه کسایی هستن؟ اینو از این جهت اشاره کردم که ما متوجه بشیم که کنترل رسانه چه هست. و توی کشوری مثل امریکا که حالا برای افراد زیادی به عنوان جمهوری دموکراتیک شناخته میشه، چگونه ساختارهای قدرت شکل میگیره و چگونه حقایق میتونه تغییر پیدا کنه. بنابراین در یک جمهوری ما میتونیم به دموکراسی برسیم، اما لزوما نه در کشور خودمون رسیدیم، نه در آمریکا، نه در کشورهای غربی دیگه. بنابراین این افسانه رو باید بهش پایان ببخشیم که جمهوری برابر هست با دموکراسی و آزادی و برابری و انصاف و غیره و ذلک. من اینجا صحبتامو به پایان میبرم و از عرفان عزیز خواهش میکنم ادامه بده. آقای قانیفر، عرض کنم ضمن
درود بسیار به همه بینندگان عزیز، به ویژه جوانان عزیز داخل ایران. چیزی که بابک جان گفت بسیار حائز اهمیت، منتها 3-4 تا نکته رو من اینجا مثال میزنم، دور بعدی من حرفم رو میزنم. مثالی که میزنم اینه که شما دقت بفرمایید، حضرات شرکت کننده در بلوای 57 چون ایدئولوژیشون، تفکرشون در داخل جامعه غریب بود، یعنی مردم جامعه نمیشناخت، اینا اومدن از بمب، اسلحه، فشنگ و در واقع کارهای تخریبی استفاده کردن برای اینکه بگن ما راست میگیم. یعنی گروه های سال 57 طرف رفته رستوران منفجر کرده، مثلا رستوران خانسالار توسط گروه توحیدی صف. خب بعد این کجاش دموکراسی هست؟ ایشون رأی‌گیری کرده که مثلا بره یه بمب و منفجر کنه، یا مثلا طرف میگه من کتاب خوندم دستگیر شدم، مثلا انگار لابلای بمب منفجر کردن در مثلا دفتر الال هواپیمایی اسرائیل در تهران صفحه 22 کتاب مادر بوده، بعد برگشته صفحه 23 رو خونده، اون لابلا رفته یه بمب منفجر کرد. این گروه با این تفکر حمله کردن به ایرانی ها قبل از هر چیزی، اصلا کاری به دستگاه پادشاهی ایران ندارن، قبل از هر چیزی حمله کردن به نظام فکری ایران، چون مردم ایران در حال زندگی آرامی بودند به صورت سیر سعودی به طرف جامعه در حال پیشرفت. اینها اومدن از گلوله و چماق استفاده کردن که بگن ما راست میگیم، چه گروه های مارکسیست لنینیستی، چه گروه های مسلمان زاده قرآن خون، ولی هر دو پشت عبای سیاه و به سمت یک جمهوری که اصلا معلوم نیست چی هست. خب این جمهوری مثلا چه سودی برای جامعه بشریت داشت؟ مثلا چه پیامی، چه رهاوردی رو آورد جز خوشحالی تروریست‌های عالم؟ هیچ چیزی شما در حماقت 57 نمی‌بینید، هیچ چیزی جز لعنت در این صندوق لعنت نیست. اما همین گروه الان بقایاش، یعنی جنازه‌های باقی مونده از این کالبد 57، اینها میان دم از سخنانی میزنن که این سخنان به قواره این قالبی که اینا ساختن نمیخوره. من به مثال تمام 57 های داخل کشور و خارج کشور همسو همزمان به سمت زدن یک هدف و اون هم پهلوی هست. چرا؟ چون برند پهلوی مورد اقبال نسل جدید واقع شده، نسل جدید رو وادار به تفکر درباره هویت ملی و غرور ملی کرده و حالا 57 ها فکر میکنن آی ما جا موندیم چیکار کنیم، اگر شد با گلوله و اسلحه، خب الان نمیشه در شرایط فعلی، مثلا طرف سوسیال بگیر هست در کشور پادشاهی سوئد یا در کشور لندن و هیچ تحصیلاتی هم نداره، تمام هنر زندگیش اینه که مثلا تو گروه تروریستی فدایان خلق بوده یا در گروه تروریستی مجاهدین خلق بوده، خب حالا چیکار کنیم؟ خب نمیتونه گلوله شلیک کنه، وگرنه قطعا میکرد این کار رو. شروع کنیم ترور شخصیتی. یعنی شما در نظر بگیرید در ظرف 10 روز اخیر بعد از تظاهرات لس آنجلس که شاهزاده خوش درخشید و یک تظاهرات فوق‌العاده انجام شد، شما همزمان با خبرگزاری فارس و تسنیم و تابناک در داخل ایران در واقع دنباله های جمهوری اسلامی در خارج از کشور به همون میزان مشغول مشتبازی با سایه و دعوا با پهلوی هست. خب ما با همچین چیزی روبرو هستیم که یک تفکر درمانده در برابر یک نام درخشان با هم نزاع دارن و این نزاع در واقع تفکر نسل جوان رو به بازی گرفته که مثلا اگر در هنوز دیوار فروپاشی نکرده، هنوز این تغییر رژیم رخ نداده، هنوز ما به سمت دوران پرنشیب و فراز انتقالی نرفتیم، اینها دنبال یکی میخواد جمهوری سوسیالیستی تشکیل بده، اون یکی دنبال جمهوری دموکراتیک است. بعد شاهزاده هم به نظر من مهره شطرنج رو خوب در این عرصه با یعنی عرصه شطرنج رندام را مجال آه نیست، ولی در واقع شاهزاده اومد بیدق ایران که الان همه موندن توش که چیکار باید بکنن، و اونم شاهزاده اولش گفت تمامیت ارضی، خودتون ببینید هرچی گروه تروریست و کمونیست و مارکسیست افتادن به جان این مسئله که چرا تمامیت ارضی، گروه های کهنه بعثی، گروه های تجزیه طلب، گروه های آدم کش، گروه های بمبگذار، راهزن، بچه کش، آدم کش، اینا اومدن الان مخالف برند پهلوی هستن. چرا؟ چون گفته تمامیت ارضی. شاهزاده مهره دیگه‌ای که چرخوند که بسیار حائز اهمیت بود گفت صندوق رای.
الان همه با اون هم مشکل دارن. سفارایی میکنن، مثلا موسوی کهنه تروریست در داخل ایران بیانیه میده، اون کهنه تروریست کومله و دموکرات بیانیه میدن. تمام اینها برمیگرده به یک نکته و اونم اینه که در این هیاهوی برهوت سیاسی، اندیشه‌ای که خوش بدرخشه اندیشه باورمندی به وطن و ایران هست که بشه اون رو در واقع در راهی که به سمت دموکراسی هست هدایت بکنیم. من در اینجا این مثال ها رو زدم که یه خود ذهنتون مشغول به اصطلاح انتقاد باشه تا بعد برسیم به اونی که چه باید کرد. حالا من برمیگردم برجامانه. سپاس فراوان عرفان نازنین، درود بر شنوندگان و بینندگان گرامی، بسیار خوشحالم که باز یک برنامه دیگه در خدمتشون هستیم. من میخوام امروز بیشتر به این بپردازم که چرا پادشاهی برای ایران. دلیل فراوونه ولی گفتم چند دلیل رو میتونیم در موردش گفتگویی داشته باشیم و از یادم نبریم. همونطوری که شاهزاده رضا پهلوی بارها اعلام فرمودند، محتوای حکومت مسلما مهمه و ما اگر امروز سخن از پادشاهی میکنیم به این دلیلی که از نظر ما و در دید ما این محتوایی که ما همه به دنبالش هستیم رو خیلی مؤثرتر و خیلی بیشتر در چهارچوب یک نظام پادشاهی میتونیم پیدا کنیم و ببینیم برای کشورمون. یکی از اولین دلایلی که برای پادشاهی که برای پادشاهی برای ایران هست، مسئله تاریخ و مسئله فرهنگ. محققین، هم محققین تاریخ نویس هم محققین سوسیولوژیست جامعه شناس، بر این باور هستند که تاریخ و فرهنگ دو تن از مهمترین فاکتورهایی هستند که یک مملکت رو و مردمان یک مملکت رو مورد اثر قرار میدن. تاریخشونه، فرهنگشونه، که حتی اینها رو با همدیگه یکی میکند و یک نوع اتحادی بین اینها ایجاد میکنند. و تاریخ و فرهنگ ما، روحیه ما، اون خوی ما به پادشاهی میخوره. این یک دلیلیه که من برای ایران پادشاهی میخوام. ما مثلا در فرهنگمون داریم که چقدر این ماشین سلطنتیه، اینو حتما شنیدید، چه عروسی سلطنتی به پا کردن. یا مثلا ما داریم که یک فوتبالیست بسیار محبوب رو میگیم مثلا سلطان فوتبال، یا مثلا یکی رو که بسیار دوست داریم بهش میگیم سلطان قلبها. مثلا این بخشی از فرهنگ ماست و این نوع پادشاهی یک نوع ابهت داره، نه فقط در فرهنگ ما، در کل دنیا. شما یک لحظه به این فکر بکنید، کشور شاهنشاهی ایران یک ابهتی در پادشاهی بودن یک کشوره. و خب از اونجایی که ما عاشق ایرانی، از اونجایی که بهترین ها رو برای ایران میخوایم، این ابهتم برای ایران میخوایم. و از نظر من تاریخ و فرهنگ ما با پادشاهی بیشتر همسو هست. مسئله دوم و این دلایلی که من امروز صحبتش رو میکنم، اینها دلایلی است که در مطالب علمی، در کتاب ها سرش گفتگو شده و مثل همیشه عزیزانی که علاقه مندن با بنده تماس بگیرن و من این مقالات رو در اختیارشون میذارم. مسئله بعدی مسئله موروثی بودنه، که از دید من این مسئله موروثی بودن پادشاهی یکی از بخشای مثبت پادشاهی است. از چه نظر این رو میگم؟ از این نظر که بعد از درگذشت یک پادشاه و یا یک ملکه، همیشه پیش میومد در دوران قدیم، حتی بسیار مثال داریم از همین تاریخ مدرن، که درگیری بسیار میشد. حالا کی قدرت رو به دست بگیره، حالا کی برسه به قدرت، و جنگ داخلی میتونست بشه، خونریزی میتونست برپا بشه. اونی که قوی تر بود و سلاح در دست داشت میومد سعی میکرد حکومت رو بگیره. و
کاری که پادشاهی میکرد اون موقع این بود که شما با موروثی بودن جلوی این درگیری ها و خون ریزی ها رو میگرفتید و این زمانی بود که هنوز پارلمان به اون شکل وجود نیامده بود و دموکراسی به اون شکل نبود. ولی مقالات علمی نشون میدن بعد از این که حتی پارلمان به وجود اومد، سیستم ها و پروسس های دموکراتیک به وجود اومد، این خیلی مهم بود که معلوم باشه بعد از مرگ یکی از سران مملکت چه کسی قراره پشت اون فرد بیاد، حالا چه پادشاه باشه چه یک ملکه باشه، و به خصوص در منطقه مثل خاورمیانه که کشور ما داخلش هست، ما هنوز این مشکل رو داریم. مثلا ما امروز این مشکل رو داریم که یک سری از احزاب، آقای عرفان نازنین کوتاه گفتن در مورد یک سری از این افراد مثل حزب دموکرات و کردستان ایران، مثل کومله غیره، که سلاح به دست دارن، تمرین کردن، برای خودشون جایگاه های ایجاد کردن که بتونن از اون طریق جنگ بکنن. خب این خیلی مهمه که ما یک سیستم دموکراتیکی داشته باشیم که بعد از مرگ یک فرد ما وارد این درگیری نشیم که حالا که قراره به قدرت برسه که ایران رو به یک سوی آنارشی بکشیم. این موروثی بودن یکی از نهادهای مثبت پادشاهی است که مقالات علمی فراوانی هم سرش نوشته شده. من اینجا سخنام رو به پایان میدم و در روند بعدی در مورد سه دلیل دیگه صحبت میکنم و اینجا سخنران رو میدم به آروین. بسیار خوب اردوان، بفرم اردوان، خیلی ممنون. صدای شما در این آخر یه مقداری شکسته اومد ولی اشکالی نداره، ما تقریبا متوجه شدیم شد چه گفتی. بفرمایید جناب آروین خوشنود. سپاسگزارم، درود بر دوستان و عزیزانی که وقتشون رو امروز گذاشتن و که ما رو گوش کنن، ازشون بسیار ممنونم. صحبت امروز من مخصوصا بعد از صحبت‌های اردوان فکر می‌کنم جالب باشه، درباره دموکراتیک بودن پادشاهی و مورد سوئد هستش و به برخی از نکاتی که اردوان مخصوصا درباره موروثی بودن اشاره کرد منم اشاره خواهم کرد. خب می‌دونید که سوئد یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیاست، از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یکی از دموکراتیک ترین کشورهای دنیاست. The Economist بررسی هایی که میکنه نشون داده در سال 2022 که سوئد چهارمین دموکراتیک ترین کشور دنیاست. نروژ که پادشاهی اوله، چهارمیش که سوئد پادشاهیه و پادشاهی در سوئد یک تاریخ بیش از 1000 ساله داره و سوئد 4 قانون اساسی داره که یکی از مهمتریناش ریگرینگس فورمن هستش که در ریگرینگس فورمن اومده که سوئد یک کشور پادشاهی مشروطه است و تمام قدرت از مردم میاد، یعنی مردم و نمایندگان مردم حرف نخست رو میزنن و پادشاهی سوئد از سده 16 موروثی بوده و از سده 17 فقط مردها، یعنی فرزند مذکر، معمولا فرزند ارشد مذکر میتونسته پادشاه بشه. اما در سال 1979 نمایندگان مردم سوئد در پارلمان سوئد ریکستاگن تصمیم میگیرن که قانون اساسی رو تغییر بدن و اینجا برمیگرده به یکی از قانون اساسی دیگر سوئد. همونطور که گفتم سوئد 4 قانون اساسی داره که سوکسشونز اوردینگن بهش میگن، که این قانون اساسی از جمله ترتیب موروثی بودن پادشاهی سوئد رو روشن کرده که وقتی که یک پادشاه در میگذره و فوت میکنه نفر بعدی کیه، اگر اون شخص نشد نفر بعدتر کیه. و سال 1979 نمایندگان مجلس سوئد قانون اساسی رو تغییر میدن و
تصمیم میگیرن که حتی بانوان هم بتونن ولایت بشن و ملکه بشن در سوئد، که امروز سوئد ولایت کشور سوئد خانم ویکتوریا هستش که بعد از پدرشون به پادشاهی میرسن. آیا با پادشاهی بودن سوئد و موروثی بودن پادشاهی سوئد یک کشور دیکتاتوریه؟ به هیچ وجه، همونجوری که گفتم آمارا و تمام بررسی های علمی، حتی عقل و منطق، اون چیزی که ما میبینیم و حس میکنیم، میبینیم که سوئد یکی از دموکراتیک ترین کشورهای دنیاست، که خود من الان 20 و چند ساله در سوئد دارم زندگی میکنم. و علتش اینه، همینطوری که اشاره کردم، پادشاهی در سوئد در قانون اساسی نوشته شده، ویرینگز فورمن، ترتیب و موروثی بودنش در سوکسشنز اوردنینگن اومده، و هر زمان نماینده های مردم اراده بکنن میتونن پادشاهی رو از بین ببرن و سوئد رو تبدیل به جمهوری بکنن. ما در سال 1974 دیدیم که قدرت پادشاه از سوی مجلس سوئد ریکستاگن محدود شد، یعنی قانون اساسی رو در سال 1974 تغییر دادن. پیشتر هم اشاره کردم که در سال 1979 هم باز قانون اساسی رو تغییر دادن که حتی بانوان هم بتونن در کشور سوئد ملکه بشن. و برای اینکه یک قانون اساسی رو در سوئد تغییر بدن، نیاز به 2 رأی در مجلس سوئد هستش و در میان این 2 رأی یک انتخابات باید باشه. به همین سادگی است. یک چیزی مشابه اینم در دانمارک هستش. 2 رأی در پارلمان دانمارک، در میان این 2 رأی باید یک انتخاب باشه، ولی در دانمارک در نهایت یک همه پرسی هم میذارن که دست کم 40% مردم باید یا حالا مخالفت کنن یا موافقت کنن که تغییری انجام بشه. و جالب اینجاست که در سال 2002 که انتخابات مجلس سوئد بود، در پاییز، معمولا انتخابات در سوئد در سپتامبر هستش، در پاییز رسانه‌های سوئدی تیتری زدن که اکثریت نماینده های مجلس سوئد مخالف پادشاهی هستند. ولی پرسش اینجاست، با این حال اکثریت نماینده های مردم حاضر نشدن پادشاهی رو از میان بردارند. علتش چی بود؟ علتش این بود که پادشاهی در سوئد همیشه در میان مردم طرفدار داشته، حامی داشته و مردم پشتیبان پادشاهیشون بودن. یعنی جدا از اینکه نمایندگان تاثیرگذار هستند در تغییر قانون اساسی یا نگه داشتن قانون اساسی، خود مردم هم در آمارگیری هایی که هست نشون میدن که خواستشون چیه. و میتونم اشاره کنم به آخرین آمارگیری در ژانویه 2023 که 71% مردم سوئد اعلام کردن که پادشاهی اون گونه که امروز هستش رو میخوان. و این نشان دهنده اینه که پادشاهی به هیچ وجه ربط مستقیمی با یه حکومت دیکتاتوری یا یه حکومت توتالیتر یا اکتوریتر نداره. همینطوری که بابک جانم به خوبی اشاره کرد، لزوما جمهوری هم هیچ گارانتی برای دموکراسی نیست. و در شروع این صحبت ها میلا جانم اشاره کردن که بعضی افراد به سر قدرت اومدن و از طریق رای گیری و بعد دیگه نرفتن. یکیش آلمان نازی و هیتلر هستش، خیلی مثال واضح و آشکار. این صحبت های من بود برای این دوره، تا دوره بعد بیشتر گفتگویی داشته باشیم. سپاسگزارم. ممنونم آروین خوشنود گرامی، به چه نکات خوبی اشاره کردی. من از واپس این نکته شما آغاز میکنم، چند تا چیز جالب رو میگم. یک، واقعا برگردیم روی موضوع، دقیقا یادآوری بکنیم به کسانی که دارن ما رو گوش میدن ما چرا داریم این حرفا رو میزنیم. به خاطر اینکه ما این بدیهیات رو داریم میگیم، واقعا بدیهیات، اینا درسای ترم 1 و 2 ما داریم میگیم، ولی ما با کسانی روبرویم که هر چقدر کشورهای پیشرفته در سطوح بالای سیاست دارن چک و چانه میزنن و بنیادها رو باهاش کاری ندارن، ما کسانی رو داریم که سر بنیادهای ساختمان سیاست چانه میزنن.
و بنابراین ما مجبوریم که فلسفی برخورد بکنیم و از آغاز مطرح بکنیم. در مورد اینکه شما گارانتی داره که شما یه خودرویی بسازی که این بتونه با سرعت من مثلا 200 میلیون دلار هم بودجه به شما میدم، میگم که شما یه خودرویی بسازید با سرعت 800 کیلومتر رو آسفالت راه بره، گارانتی وجود نداره. ولی گارانتی وجود داره که شما 100 میلیون دلار، 1 میلیارد دلار هم بدید یه خودرویی من براتون بسازم که راه نره. اینو من میتونم گارانتی بکنم براتون. و کسانی که در مورد استبداد، مسئله دسپوت یا دسپوتیزم، از یه جای ویژه‌ای همیشه میادش، یعنی ما نمیتونیم حکومت‌های حالا من تو ایران مده دیگه، یه جور فحشه، یعنی به هر که خوششون نمیاد میگن استبدادیه یا این توتالیتره. مثلا سر قضیه تمامیت ارضی، چون اسم تمامیت می اومد میگفتن بله این تمامیت خواهی تمامیت ارضی، در حالی که اون اصلا تریتوریال اینتگریتی این توتالیتاری نیزم هستش، دو تا چیز مختلفه. تو فارسی ما اینا رو یکی ترجمه کردیم. و ولی این شاعر مسلک بازی ها، این قافیه چینی ها، این درد سیاست ماه که یه کسی که مثلا رمان هم خوب نمیوشته، داستان سرا بوده برای خودش و اینا، سیاست مدار ما میشه. یه کسی که حرف عادیشو نمیتونه بزنه، فقط بپر بپر میکنه به خاطر ایرادای روانی که داره، و طرفداراش نمیدونن که از این نشست به اون نشست این بار چی خواهد گفت، و از این که مثلا توی نشستی یه جایی گفته که نه مجاهدین نماینده مردم ما نیستن، این بار به خیر گذشته، خوشحال جشن گرفتن که یه خانومی که مثلا نمیدونم نسبتش با جامعه ایران یا اون سوشال کپیتالی که داره چیه، طرفداراش واقعا جای شرمه. کسی خوشحال از این که این کسی که من اینو دنبال میکنم، یک فاکتور بسیار برجسته ای که باید موضع آشکار روشنه از 10 سال قبل گرفته بوده، ولی تازه هیچکی نمیدونست واقعا چی میخواد بگه، یعنی نکنه بگه، نکنه آره، نکنه دعوا بشه یا هر چیزی، و مثلا گفته که نه، ولی خب دفعه قبلی یه بحثی دیگر رو آورده و اونجا نشونده، بهش گفته وطن پرست، و اون طرفداراش با اینا میخوان چیکار بکنن. ما با یه همچین میشه گفت خیمه شب بازی چیپ، مثل نمایش روحوزی بودش که خیلی ارزون بودش، یه نمایشی بود همه جا همونو تکرار میکردن، ما با یه همچین چیزی طرفیم. در واقع سیاست بازی بازی نیستش، کار بسیار پیچیده ایه، و من میپردازم بهش که مثلا در مورد دسپوتیزم، یکی بنیادی ترین ریشه های دسپوتیزم حذف فردیت و پردهن یک گروه شدنه، که یک کسی میاد بگه نسل من، که جلو شاهزاده میشست میگفت نسل من اینجوری فکر نمی کنه، نسل من اینجوری نیستش، ما زنان ایران اینجوری هستیم، هر کسی دیدی دهن کسی رو گروگان گرفته که اون نمیتونه صداش در بیاد، داره به سمت دسپوتیزم میره. گارانتی بعد تمام تاریخ میشه براتون نمونه آورد. کسی گفتش ما یه فرهنگی رو چیز گرفت، گروگان گرفت، گفت صدای شیعه منم، صدای فلان هویت فرهنگی، خورده فرهنگی، هر جوری، این منم، من صدای مثلا فلان بخش جنسی هستم، جنسیتی هستم، من صدای مثلا فرهنگ کردی هستم با قول اونایی که میگن، و یا من مثلا صدای فرهنگ ترکی هستم، یا من صدای عرب ها هستم، عرب های عزیز ایرانی بود، یا من، هر کسی این کار رو کرد شک نداشته باشید به سمت دسپوتیزم داره میره. مکانیزمش اصلا روشنه که چرا این اتفاق میفته، به خاطر شکست هایی که پیاپی میخوره و مجبور میشه که دوباره صدای دیگری رو ببنده تا جلو شکست رو بگیره. قضیه دیکتاتوری نیست، دیکتاتوری یعنی من یه چیزی بلدم، شما خوشت نمیاد، من به دیکتیت میکنم، میگم که شما این کار رو انجام بده. ولی در دسپوتیزم ما با دیکتاتورم طرف نیستیم، اینا راه های گارانتی دسپوتیزم از تاریخ هزار بار اینو تکرار کرده، شاید ما ندونیم، اینو مطمئنیم که فرغون نمیتونه با 100 کیلومتر که ساعت راه بره، ولی اینکه آیا پادشاهی میتونه اون کوالیتی یا کیفیت بسیار بالای دموکراسی که ما میخواییم و به ما بده یا نه، اونم میتونیم بهش برسیم. من کوتاه اشاره میکنم که اصلا خیلی ها تصورشون از حکومت اینه که یک جمعیه، به هر حال همه حرف میزنن، همه نظر میدن، همه به حقوقشون میرسن. نخیر، حکومت در اصلا اینکه چرا حکومت وجود داره، حکومت یکی از ریشه ترین و نهادینه ترین بخش های جامعه است، مثل خانواده،
که در همه تمدن ها وجود داشته. نخستین کار حکومت نظمه. حکومت به تمدن نظم میده. حکومت دومین کاری که میکنه استاندارد به وجود میاره و میگه که مثلا صبح شیپور بیدار باش میزدن قدیم و شب خاموش باش میزدن و بعد این بعدن تو دوره های متأخر پیچیده تر شده و شما در همه چین قانون استاندارد داری، یعنی استاندارد باید باشه، مثلا اندازه ماشین باید اینقدر باشه، اندازه اتوبوس اینقدر باشه، اندازه قوطی باید اینقدر باشه، جنس فلان کالا اینجوری باید باشه، بسته‌بندی باید این شکلی باشه و استاندارد برای شما تولید میکنه. کار دیگه‌ای که حکومت انجام میده گره‌گشاییه. یعنی وقتی فکر کنید که ماشین خودرو اختراع میشه، جاده هم بوده ماشینا میرفتن برای خودش، وقتی تعداد زیاد میشه مثلا میشه که خب اینا همه به هم دیگه میخورن، هیچ کی نمیدونه کدوم بر باید بره، میاد یه گره‌گشایی میکنه، میگه اونی که داره اینور میره راست بره، اونی که داره میره چپ بیادش، خط عابر پیاده میذاریم، یعنی گره ها رو حل میکنه، یعنی پیوسته یک قامز و چالشی به وجود میاد، اینا سولوشن تولید میکنن برای. و بعد در دوره جدید این کارو با قانون انجام میدن و در دوره امروزی در دموکراسی پیچیده امروز، دموکراسی در واقع چیزی به جز قانون نیستش. حتی اون انتخابات هم قانون تعیین میکنه که انتخابات پیروز بشه یا نشه. همون که دیدید که انتخابات رأی میارن به دادگاه میرن آخر سر که دادگاه حکم میده که کی اینجا برنده ای انتخابات، یعنی قانون متقدمه بر رأی گیری و رأی گیری بخش آخری. منتها من توی توییترم 10 تا کاتگوری نوشتم، دستر نوشتم که از کجا آغاز میشه ساخت یک استیت تا جایی که گام دهم به گزینش یا انتخابات میرسیم که نماینده قانونگذار و مجری رو انتخاب میکنیم. اونجا برمیگردیم به بابک. من یه جمع‌بندی بکنم از صحبت همه شما عزیزان که کردیم و اونی هستش که ما داریم در اینجا به این نکته مهم اشاره میکنیم که محتوای حکومت به مراتب و شکل اون مهمتر هستش و اگر که محتوا سازی نشه، راجع به محتوا صحبت نشه، چه جمهوری چه پادشاهی ما رو به بیراهه میبره. و اینکه اولویت های جامعه کجا هست، همونطور که میلاد گرامی در ابتدای صحبتش اشاره کرد، جامعه ایرانی اولویت های کاملا مشخصی داره بر اساس اون تجربه زیسته. برای ازتون خواهش میکنم از بینندگان عزیز که از این جهت به این قضیه نگاه بکنن که چگونه ما باید به محتوا اهمیت بدیم. وقتی از این منظر به قضایا نگاه میکنیم، میبینیم که مفهوم اتحاد در اپوزیسیون یک موضوع خیلی مهم هستش، اما این اتحاد چگونه به وجود میاد و چه نتیجه یا چه میوه‌ای رو برای ما در بر خواهد داشت. ببینید اگر ما بخوایم به اتحاد برسیم، یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بپذیره این هستش که مفاهیم درش توضیح داده بشن. اتحاد در کنار قرار گرفتن افراد با اندیشه‌هایی که عنوان نکردن صورت نخواهد گرفت. در بهترین حالت ممکنه یک تصویری هستش که متاسفانه شکننده هستش. در اپوزیسیون ما تنها شخصی رو که من سراغ دارم نگرشش، چشماندازش رو به وضوح اعلام کردن، شاهزاده رضا پهلوی هستن و از عزیزان میخواهم که این موضوع رو متوجه بشن که ما نیاز داریم صحبت بکنیم، انتقاد بکنیم از هم دیگه و چشمانداز دیگران رو ازشون سوال بکنیم. همونطور که عرض کردم، ببینید از ستونهای یک دموکراسی این هستش که شما نمایندگی داشته باشین. اگر دموکراسی مستقیم نیست، یعنی شما نمایندگان رو انتخاب میکنید که از حقوق شما دفاع میکنن. در دموکراسی مستقیم حالا شما مستقیما برای هر چیزی رأی میدین که عملا برای کشورهای پرجمعیت این معنی نمیده، برای یک جامعه خیلی کوچک، چون همه افراد نمیتونن در همه تصمیم گیری ها حضور فعال داشته باشن. بنابراین یکی از اون ستون ها نمایندگی هست، یک ستون آزادی هستش، یک ستون عدالت هست، یک ستون برابری هستش. و ما وقتی وارد این مفاهیم میشیم، میبینیم که خب اون قشری بندی کلی قرار میدن و خودش رو در نبرد با پادشاهی میبینن، میرن زیر واژه جمهوری. ولی هر کدوم از این عزیزان متاسفانه تعریف متفاوتی از هر کدوم از اصلی که من بهش اشاره کردم دارن. به عنوان مثال در پیش ما پادشاهی خواهان باورمند به دموکراسی، ما گارانتی نمی کنیم، تضمینی نمی کنیم که نتایج برابر باشه. ما معتقد هستیم که باید تضمین بکنیم که شانس رسیدن به نتایج باید برابر باشه، اپورتونیتی و فرصت ها باید برابر باشه.
در نوعهای مختلف جمهوری هم افرادی هستن که به این قضیه باور دارن، ولی وقتی شما وارد طیف چپ میشین میبینین که اونها باورمند هستن که نتایج هستن که باید برابر بشن. و ببینید چه فاصله، چه شکاف بزرگی به وجود میاد بین اون چیزی که ما باور داریم و بخشی از جمهوری خواهان باور دارن و اون چیزی که بخش دیگری از جمهوری خواهان باور دارن. بنابراین خیلی مهم است شما وارد مفاهیم ارزشمند هستن، چشمانداز ما رو، اون تصویری که ما از ایران آینده خواهیم داشت رو به ما ارائه میدن و این باعث میشه که افراد یا در کنار هم دیگه قرار بگیرن، گروه ها یا در کنار هم دیگه قرار بگیرن یا در برابر هم دیگه قرار بگیرن. در عین حال مردم ایران کالای سیاسی رو که شما دارین ارائه میدین رو در پشت یک ویترین به وضوح میبینن و در تصمیم گیری اونها نقش بزرگی رو بازی خواهد کرد. بنابراین اجازه ندیم با واژه اتحاد ما رو مجبور به سکوت بکنه. بحث این هستش که ما بر سر خواسته هامون به قول معروف تو سر کله هم بزنیم، متوجه بشیم که هدف مهم بالا و برتری وجود داره و اون پایان بخشیدن به حیات جمهوری اسلامی هست که عملا ایران رو داره خفه میکنه. این قضیه خیلی مهمه. اما اینکه ما چگونه به این مرحله برسیم، بحث این هستش که ما باید ایده هامون رو توضیح بدیم، چشماندازمون رو توضیح بدیم، چنانچه اگر این کار رو الان نکنیم در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی در یک خلأ مفاهیم قدرت و غیروزاله که به وجود اومده، قطعا اون بحثی که الان میتونه یک بحث منطقی باشه کمک بکنه به شکل‌گیری افکار جامعه، تبدیل میشه به یک نبرده که به راحتی میتونه جنبه های بسیار خشونت‌آمیز داشته باشه و متاسفانه هرگز به حقایق پرداخته نخواهد شد. و دست بر قضا من صحبتم اینجا با این جمله به پایان میبرم. ببینید افرادی که در زیر پرچم خمینی جمع شدن اتفاقا انتقادشون در این بوده که در اون موقع ما سکوت کردیم که اتحادی داشته باشیم دولت شاهنشاهی ایران رو سرنگون بکنیم. بنابراین این افراد نباید از ما انتظار داشته باشن که ما امروز سکوت بکنیم. ما اتفاقا تجربه زیستی اونها هم داریم استفاده میکنیم و میگیم نه، کالاتون رو ارائه بدیم، ما هم کالامون رو ارائه میدیم و بعد در یک سیستم دموکراتیک مردم ایران انتخاب خواهند کرد. من صحبتمو در اینجا به پایان میبرم. ممنونم از شما. دور پایانی است، من عرایزم رو تموم بکنم و اونم اینه که ضمن ادای احترامی که برای رأی بابک جان داریم، ما در یک جامعه جهان سومی طرفیم که یک جامعه که هنوز پیشرفت نکرده، 7000 سال تمدن داریم، 2500 سالش پادشاهی بوده ولی هنوز اندرخم یک کوچه ایم. چرا؟ چون حماقت 57 جامعه ایران رو به 1400 سال قبل، یعنی دند عقب رفته. و حالا بعد از فروپاشی رژیم یک دوران گذار 5 تا 7 ساله شاید نیاز باشه تا برسیم به صندوق رأی. نظر شخصی این هست که یک نفر آدم معتبر که دارای هویت واقعی باشه که این دوران رو هدایت بکنه، سکان هدایت رو، شاهزاده رضا پهلوی است. چرا؟ چون دوران انتقالی ز ندای احترامی که برای همه دوستان دارم، من نگاه هم یه خود نگاه نیمچه امنیتیه، تمام بلواگران 57 از بمبگذارها، آدمکشا، قاتلها، چماقداران، تجزیه طلبان، هوچیها، قاچاقچیها جمع میشن که این دوران انتقالی رو تا میتونن آنارشیگری بکنن، تا میتونن نمایش تبحش داشته باشن. یک نفر رو باید داشته باشیم که این دوران انتقالی پرفراز و نشیب رو هدایت بکنه تا صندوق رأی. در صندوق رأی هست که حتی خود شاهزاده رضا پهلوی هم از اون رد میشه. چرا؟ به خاطر احترام به رأی مردم، که آیا مردم پادشاهی میخوان یا مردم جمهوری میخوان. ولی نه اینه که در واقع 57 ها و تروریست ها و کمونیست ها و بعثی ها الان جمع شدن. در عرصه شطرنج روزنامه اعتماد منتشر کرد دیگه، در عرصه شطرنجشون شما نگاه بفرمایید، در خارج از کشور بیانیه صادر شده علی شاهزاده پهلوی حدوداً چند سازمان جمهوری خواه. بعد بریم سوال بکنیم وبسایتی، گروهی، آدمایی، اصلا کی هستن؟ هیچ. یه صفحه فیسبوکی. یا مثلا یه گروه دیگه جمع شدن، ما جمهوری دموکراتیک میخوایم در ایران تشکیل بدیم، 400 نفر. کجا پخش میکنه؟ کامل اینترنشنال. بعد این نمیدونم میخوان کنگو درست کنن، چی باید درست بکنن، ضدیت با شاهزاده اینجاست. یا مثلا مجاهدین، تروریستای مجاهدین خلق، تروریستای فدایان خلق، تروریستای نهضت آزادی، تروریستای مصدقیون میان حمایت میکنن از نامه موسوی و
پس یعنی چی؟ به قول یه دوست نازنینی که فیلمساز بود در نیویورک، فنیار همیشه به من میگفت، میگفت این اپوزیسیون ها در واقع ادامه جمهوری اسلامی هستند، و این جمله کپی رایت شما ایشونه و من استفاده میکنم، در واقع این حضرات امتداد این اپوزیسیون هستند و با نوعی وقاحت و شارلاتانیسم که میخوان جلوی چشم و بینایی نسل جوان رو بگیرن. پس بنابراین در دوران فروپاشی تا صندوق رای، تمام نگرانی ما برای حفظ ایران، برای حفظ امنیت ایران در دوران انتقالی هست. یک نفر شاید این اعتبار رو داره که مثلا فلان نظامی، فلان امنیتی سعی بکنه بهش گرایش پیدا بکنه، اونم شاهزاده رضا پهلوی هست. مثلا شما تصور می‌فرمایید که مثل مهتدی یا مثلا هجری یا مثلا اعراب اهواز، مثلا خلق اهواز، یا مثلا اونی که تو سیستانه مثلا اینا تقاضای فدرالیسم میکنن، مثلا تکلیف کوکولی و بیرحمت چی هست، مثلا تکلیف عراق چیه، مثلا در عراق باید جمهوری سوسیالیستی تشکیل بدیم، در مراغه پادشاهی تشکیل بدیم، در شیراز مثلا جمهوری فدراتیو تشکیل، چیکار باید بکنیم، مثلا اگه طرف دومادش مشهدیه یا عروسش اهوازیه باید خاک کجا رو تو سرش بگیره، کدوم گل سرش بگیره، کجا باید بره. یعنی ما در واقع این شارلاتانیسم میخواد ایران رو تیکه تیکه بکنه. پس بنابراین حاصل جمع حرفام اینه که شاهزاده تنها نیست، حلقه های فکری وطن پرستان به دور شاهزاده هستن، نیازی هم به هیاهوی رسانه‌ای نیست، و اینها در واقع حافظ شهریار ایرانن برای اینکه این دوران رو بشه به سلامت طی کرد، و این تونل وحشت و کبیر وحشت هم بدون یه سکاندار واقعی نمیشه طی کرد، و بنابراین من تصور میکنم بلوا و هیاهوی 57ها ره به جایی نمیبره. از من تموم، برمیگردیم به اردوان عزیز. سپاس از سخنانت عرفان عزیز. من این صحبت‌ها رو که شما کردید منو به یاد یک خبری انداخت که سوم ماه نوامبر 2022 چاپ شد که حزب دموکرات کردستان عراق انتخاباتی رو انجام داده و به عنوان رئیس این حزب آقای مسعود بارزانی انتخاب شده، به عنوان مسئول کردستان اقلیم کردستان عراق آقای نخیروان بارزانی انتخاب شده، و به عنوان نخست وزیر آقای مسرور بارزانی. این میدونید حزب دموکرات کردستان نشد، این شد حزب بارزانی ها. یه همچین خوابهایی رو برای ایران ما دیدن که البته من دفعه پیش هم گفتم که نخواهیم گذاشت مسلمن. ولی عزیزان برگردیم به دلایلی که من آورده بودم که چرا ایران باید یک پادشاهی باشه. به دو دلیل اشاره کردم، یکی تاریخ و فرهنگ ما بود که طبق محققین بسیار مهمه، یکی موروثی بودن پادشاهی بود که به این نکته هم اضافه کنم که در یک سری از این مقالاتی که محققین نوشتن میشه خوند که موروثی بودن پادشاهی تا حد بسیاری جلوی رشوه‌گیری و رشوه‌خواری و بازی‌های سیاسی رو میگیره. برای اینکه شما میدانید که پادشاه هستید یا ملکه هستید، میدانید که مادام العمره و بعدش میدانید که مثلا به فرزندتون خواهد رفت این مقام، و هیچ نیازی نیست که خودتون رو وارد درگیری‌های سیاسی بکنید و یک سری از اون افتضاح‌کاری‌های مثل واترگیت نیکسون مثلا به وجود بیاد، یا از همون مشکلاتی که مدام در یک سری از کشور ها میبینی. دلیل سوم که این شاید یکی از مهمترین دلایلی هست که چرا ایران باید پادشاهی باشه، به خاطر اینه که پادشاهی ایجاد اتحاد میکنه. این یک پادشاه و یک ملکه خیلی مؤثرتر، بسیار مؤثرتر میتونن ایجاد اتحاد در کشور انجام بدن، به خصوص به هنگامی که یک بحران در کشور آمده. تحقیقهایی که شده نشون میدن که هرچند که امکان داره که یک پادشاه و یک ملکه مثلا همونطوری که گفتم با این و اون صحبت بکنن و تصمیم بگیرن با هم دیگه، ولی مرکز تصمیم و مرکز ایجاد اتحاد اون پادشاه و یا اون ملکه هستن. ولی بالعکس در حکومت‌هایی که پولیارکی هست، پولیارکی به این معنا که قدرت به دست چند فرد هست، مثل شورا، مثل یک نوع کمیته،
اینها نشون دادن که اینجا به درگیری و جنگ و خشونت میره. یکی از تاریخ نویسان معروف ما آقای لئونارد کریگر یک کتابی داره به نام پادشاهان و فیلسوفا که در اونجا می نویسد که اصلا مسئله پادشاهی موقعی به وجود اومد که ما دیدیم میان قشرهای مختلف جامعه درگیریه، نیاز داشتیم یک فردی رو داشته باشیم که بتونه فراتر از همه این مسائل باشه و اون اتحاد رو بتونه تشکیل بده. مثلا یک رئیس جمهور معمولا نمیتونه این کار رو بکنه، برای اینکه معمولا یک رئیس جمهور نماینده یک حزب خاصیه، یک تفکر سیاسی خاصیه، یک افکار سیاسی خاصیه. یک پادشاه نه، یک پادشاه همونقدر پادشاه منه که پادشاه یک چپی هست، که پادشاه یک راستی هست، حتی پادشاه اونی که تو زندان هست هست. شما نمیتونید برای همین یک چیز خاصی رو به یک پادشاه یا ملکه وصل کنید. و امروز اینجاست که من میدونم در آینده میلاد جان حتما به این خواهیم پرداخت، و در اینجاست که ما هواداران پادشاهی میگیم که در این ائتلافی که قراره به پیش بیاد ما هواداران پادشاهی نماینده ای نداریم، برای اینکه نمیشه گفت که شاهزاده رضا پهلوی نماینده ای ماست، ایشون نماینده تمام ایرانه به عنوان نقشی که داره. مسئله بعدی، دلیل بعدی، ایجاد ثبات. تحقیقات نشان میدن که پادشاهی بهتر از نظامهای دیگه ثبات میتونه ایجاد بکنه. یک مثالی که خیلی جدیدم هست و مدام میزنند که نشون بدن پادشاهی چقدر ثبات داره، درگیری های سیاسی در بلژیک بین سالهای 2007 و 2011. همونجور که عزیزان حتما اطلاع دارن بیش از 540 روز، اگر اشتباه نکنم 549 روز بلژیک بدون دولت بود بین سال 2010 و 2011، برای اینکه دولت نمیشد تشکیل بدن چون احزاب درگیر بودن با هم دیگه، مدام اختلاف داشتن با هم دیگه. و این پادشاه بلژیک آلبرت دوم بود که وارد صحنه شد، یک سری سناتورها رو انتخاب کرد که برن آشتی درست کنن، درگیری ها رو کنار بزنن و دولتی تشکیل بده. و در این 549 روزی هم که دولتی در بلژیک نبود، از دماغ کسی خون نریخت، کاملا ثبات کامل بود، حکومت برجا بود و بر اساس رویال دکری یعنی فرمان پادشاهی حکم فرما میکرد در بلژیک در اون مدت. این نوع ثبات رو ما بسیار در پادشاهی ها میبینیم. دلیل آخر منم برای پادشاهی مسئله اقتصادی. آقای دکتر ماورو گوین که یک سوسیولوژیست هستند در اسپانیا و امریکا، یک مقاله چاپ کردن در سال 2018 میلادی، یعنی خیلی تازگی، که ایشون در این مقاله به این نتیجه رسیدند که نتیجه اقتصادی در کشورهای پادشاهی بسیار بهتر از کشورهای جمهوری است، کلمه که ایشون درست استفاده کرده. و یک دلیلش اینه که کشورهای پادشاهی بیشتر به حق مالکیت، یک مسئله که من میدونم میلاجان بسیار در موردش صحبت کرده، این حق مالکیت بیشتر در حکومتهای پادشاهی بهش احترام گذاشته میشه. مسئله دیگه که به اقتصاد میرسه مسئله مالیات. ما میدونیم مسئله ارزان بودنشه، ما میدونیم که کشورهای پادشاهی ارزان تر هستند از جمهوری، و این دلیلش هم خیلی، حالا یه روز دیگه میتونیم بهش بپردازیم. و این کاری میکنه که ما میتونیم مالیات ملت ایران رو صرف تحصیل و بهداشت و اینجور مسائل بکنیم. در پایان یکی از محققین نوشته و من میخونم نوشته ایشون، و ایشون نوشتن که پادشاهی های مشروطه همچنین شامل برخی از توسعه یافته ترین، ثروتمندترین، دموکراتیک ترین و مترقی ترین دولت های جهان میشوند. چرا ما این رو برای ایرانمون نخواهیم؟ سپاس از شما. ممنونم اردوان خوشنود بسیار گرامی، خوب حرف میزدید. نه من نه آروین نخواستیم که سخن شما رو ببریم، ولی خب 4 دقیقه بیشتر برای آروین نمود.
خب سپاسگزارم. به هر حال به عنوان برادر کوچکتر من، برادر بزرگتر میبخشم اگه از سم من استفاده کرد، ولی من خیلی کوتاه اتفاقا میخوام صحبت بکنم. میدونم شنوندگان صحبت های زیادی رو شنیدن و دوست دارم برن حتما برای خودشون فکر کنن، تجزیه تحلیل کنن، انتقاد کنن و حتما اگه دیدگاهی هم دارن برای ما هم بفرستم و حتما اینا رو در صحبت های بعدی باز میکنیم. و به درستی اردوان اشاره کرد به ثبات و تداومی که پادشاهی ایجاد میکنه و مسئله اقتصادی. در پایان میخوام اشاره کنم به یک نماینده مجلس سوئدی از حزب مدرات سوئد که بسیار برای نه من بلکه خانواده ما عزیز، بسیار ساله که ایشون رو میشناسیم، که ایشون تا پیش از این که نماینده مجلس بشن یک دیدگاه منفی به پادشاه داشتن و بیشتر جمهوری خواه بودن. پس از اینکه ایشون نماینده مجلس در سوئد شدن، در ریکستاگ سوئد، و بیشتر آشنایی پیدا کردن با پادشاهی و کارهایی که پادشاهی سوئد میکنن، تغییر نظر دادن و دو مثال رو ایشون در فیسبوکشون مطرح کردن. آقای پتر اولن، یک این بود که پادشاهی در سوئد سبب ثبات و تداوم هستش و اشاره میکنن که پادشاهی سوئد که الان امسال 50 سال میشه که به عنوان پادشاهی سوئد هستن، چند تا نخست وزیر رو دیدن و همینطوری که نخست وزیرا رفتن و آمدن، پادشاهی بر جا مونده و تونسته در زمانی که نیاز بوده به مردم اتحاد، برای مردم اتحاد ایجاد کنه. من یادم زمانی که سونامی اومده بود، دولت سوئد خیلی عمل کردش در تایلند ضعیف بود، مردم خیلی به دولت سوئد انتقاد میکردن، همه دلسرد و دلشکسته بودن. پادشاه سوئد فکر میکنم در دوروبر کریسمس هم بود این اتفاق افتاد، در سخنرانی کریسمسیش چنان سخن گفت که حتی جمهوری خواهم به سوی ایشون اومدن و آمارگیری ها نشون دادن که چقدر سخن ایشون تاثیرگذار بوده. آقای اولن یک مسئله دیگه هم که اشاره میکنه به نقش اقتصاد و پادشاهیه که میگوین، فقط سریع بگن، پادشاه سوئد میخواستن سفری برن به برزیل، خب ملکه سوئد ریشه در برزیل دارن، میخواستن برای مسافرت و گردش شخصی برن. زمانی که رئیس شرکت ولوو متوجه میشه که پادشاه در برزیل هستن، با دربار تماس میگیرن، با آجودان ایشون هماهنگ میکنن و میخواهن که پادشاه سوئد یک روز از مرخصیشو بزنه و به یک همایش ولوو در برزیل برند. پادشاه سوئد این کار رو قبول میکنه و در همون روز بیش از 1000 کامیون ولوو فروش رفت در برزیل. کدوم رئیس جمهور این توانایی رو داره؟ دوستان حتما اگر مثالی دارم برای من بفرستن. من همینجا پایان میبرم صحبتامو و میلاد جان به شما میدم سخنم. خیلی ممنون، برنامه خیلی خوبی بود امروز. ما همیشه میکوشیم که روی دانش باشیم، مثل بعضی که یک ساعت یه نفره تمام حرفش هم میچلونی، کلش یک جمله بیشتر نبوده، اون شکلی نباشه، و بکوشیم که نشون بدیم که ما پشتمون به دانش گرمه، ما مانند برخی ها به اوجالان و به فیلسوفای آنارشیست و آدمای کمونیست و یا آدمایی که به هر حال خرابکاری کردن، آدما رو کشتن، مثلا انور خوجه‌ایستا، پلپوتیستا، لنینیستا، استالینیستا، اوجالانیستا یا اپویستا هم که ورژن جدیدشه، و هیچ کسی هیچ تئوری نداره، هیچ کسی اصلا تو خالی ناراحتی ما این بده. این دوباره برمیگردیم سر موضوع هیاهو در برهوت اندیشه سیاسی، واقعا یک جا فقط اندیشه سیاسی پیدا میشه، اونم نزد مشروطه خواهان و ملی گرایانه، بقیه واقعا هیچ اندیشه ملی وجود نداره، نه راستشون راسته نه چپشون چپه، اصلا راست و چپ و در جهان این شکلی که اینا هستن نمیشناسن دیگه، اینا بانند بربرهایی هستن که میخوان تمدن رو نابود بکنن. ما میکوشیم اینجا نشون بدیم سیاست اون گندابی که اینها نشون میدن نیست، سیاست روش کشورداری باثبات امن برای امنیت و آرامش شهروندان. هفته دیگه ما باشید، پایدار و پرتوان باشید، بدرود به همگی شما گرامیان.